تو برنامه لطفا این نکات رو رعایت فرمایید. یک، موبایل هایتان را روی سایلنت بگذارید. فیلم برداری آزاد است. در حین برنامه حتی امکان بر سر میزهای خودتان باشید. برای احترام به بازماندگان امید درجه یک سعادت قشقایی از ایستادن در ورودی، چه در ورود و چه در تودی خودداری فرمایید، چون متاسفانه به علت فاصله جغرافیایی، به علت کهولت هیچ کدوم از اونها تشریف ندارد. سپاسگزارم. با عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم، سروران گرامی، با اخذ اجازه از محضر ایران بی بی، کامبیز خان و فرید بی بی، سعادت قشقایی مجری و سخنران اول مراسم سوگواری کوچه ابدی ایل بی بی، بزرگ بانوی ایلمان، هماتاج بی بی می باشند. در دو دهه گذشته این دومین بار است که افتخار دارم مسئولیت خطیر به عهده این حقیر به امانت سپرده شود. در سال 2010 مراسم بزرگداشت سوگواری ناهید بی بی و این بار هما بی بی. امیدوارم همان گونه که نیت قلبی هما بی بی بود، مجری برنامه جشن ایرانی آزاد، آباد و جهانی فارغ از ظلم، جهل، جور، ظلمت و تاریکی باشه. معاذ به تک تک شما سروران گرامی که قدم رنجه فرموده و در این روز سرد زمستانی برای شرکت در چنین برنامه‌ای حضور به هم رسانیدید، خیر مقدم و به نمایندگی از طرف خانواده سعادت قشقایی و فامیل‌های وابسته بهادری قشقایی و ایل قشقایی و به ویژه کمیته برگزار کننده کمال تشکر و سپاس را دارم. به ویژه به میهمانان گرامی دکتر رضا مریدی، نماینده مجلس شورای استان آنتاریو، نماینده سابق مجلس شورای استان آنتاریو و وزیر سابق اختراعات، اکتشافات و آموزش عالی، همزبانی از خطه ارومیه آذربایجان که همواره نه فقط همزبان ما بل همدل بودند، همدلی برای کامیونیتی کوچک ایل قشقایی در کانادا. مایکل پارسا، عضو پارلمان کانادا از اونتاریو، بانو روز،
از جوایز پارسی. اما در اینجا گرد آمدیم تا با یکی از تأثیرگذارترین و منحصر به فرد ترین شخصیت سیاسی اجتماعی ایلمان، بزرگ بانوی من هماتاج بی بی ودا. در این راستا قیام می کنیم و ادای احترام با لحظه سکوت. سپاسگزارم. هماتاج بی بی که گروهی او را ای بی بی می نامیدند، اولین بانوی ایل بود که در کمیته رهبری ایل قرار داشت. دوشادوش پدرش محمد ناصر خان و عموهایش خسرو خان، محمد حسین خان و ملک منصور خان و در کنار برادر بزرگترش عبدالله خان در تصمیم گیری سیاست های مختلف نقش اساسی داشت و واقعا این اولین بانویه که در ایل ما چون این نقشی داشت. و هما بی بی هرگز جایگزین نخواهد شد. استناد به پیام آذر بی بی قشقایی، این رو با اجازش ازش دزدیدم. هما بی بی جایگزین ندارد. هرچند مادر بزرگش خدیجه بی بی نقش اساسی بعد از مرگ سولت دوله، مرکی بی بی، فرخ بی بی و حتی گوهر بی بی مادرش نقش هایی در سیاست داشتند و بسیار تأثیر پذیر، اما هماتاج بی بی استثنایی بود و به قول فرنگی ها یونیک. اما نقش ویژه تاریخی دیگر هما بی بی چند بعدی بودن او بود. ایشان برخلاف یک خانزاده معمولی در دامان خانواده ای اهل ذوق، هنر، ادبیات، شعر، قلم و دبات و سیاست پرورش یافته. همانطور که در جراید مختلف و دنیای مجازی شنیده اید و خوانده اید و در سخنران بعدی دوست و همکار و همیارم که آقای دکتر شیرعلی کیانیان توضیح بیشتر خواهم داد، هما بی بی خواهر رضایی شهباز شهبازی، شاعر، نویسنده، مؤلف، گردآورنده کتاب معزول و یوسف علی بک، نماینده مجلس شورای ملی قبل از انقلاب، آخرین مجلس، از شهرستان فیروزآباد. هما بی بی مربیانی چون ابراهیم خان بهمنی بهمن بیگلو داشت، خانجان خانهای شهبازی، امیر قلی بند و کلن وزرای ایل از ایل عمله قشقایی. طبعا این نقش ویژه از اونها گرفته بود.
از تربیت شیرزنانی چون خاور که ما او را خوار می نامیم و زینت بهمنی دختر ابراهیم خامنه‌ای بهره جسته بود و شیر خورده بود. زنانی جسور و به ویژه زینت که او را زینت دازده می نامیدیم بی پروا اسرار هویدا می کرد. اسرار به مانند چشم ساران چالقفا شفاف منطقه ییلاقیان ها. به استناد رخسار دختر زینت دازه، همابیبی در یکی از سخنرانی هایش در فیروزآباد فارس که کمی زبان آتشین و بیپروا داشت، از محمد ناصر خان پدرش معذرت می خواهد و می گوید شیر زینت را خوردم. به قول قشقایی ها معصومه ایراد دهی. مادران جسور ایل که در نوع خود گردآفریدی بودند با تمام جسارت و شهامت همابیبی به موقعش سیندخت بود، کرکتری که پیام‌آور صلح و آرامش است و همواره آتش جنگ و اختلافات را می‌خواباند. در اینجا شعری از نظامی گنجوی را تقدیمتان می‌کنم. علم را چند چیز می‌باید، اگر آن بشنوی ز من شاید. طلبی صادق و ضمیری پاک، مدد کوکبی از این افلاک. استادی شفیق و نفسی هر، روزگاری دراز و مالی پر. با کسی چون شد این معانی جمع، به جهان روشنی دهد چون شد. همای سعادت ما به جمع روشنایی می داد و ستاره گشت از آسمان پر ستاره شیرزنان سرزمین ما ایران. اونیز به قرة العین ها، مهستی ها، سیمین بهبهانی ها، پروین اعتصامی ها، قمر ها، ماه پرویز ها، زربانو ها، خدیجه بیبی ها. یکی از دلایلی که او چند بعدی بود به واسطه طرز زندگی او نیز بود. خانزاده‌ای که در بیمارستان شرکت نفت کار می‌کند و به استناد صحبت از دکتر منوچهر کیانی هر وقت به دیدار او در محل کارش می‌رفتم و از او سراغ می‌گرفتم، لبخند بر لبان هر کس بود که با وقار و مهربانی و تیمارداری و دلسوزی شهره آفاق و عام و خاص او را می‌پرستیدم. او وقار را از خانواده اصیل سلطنت قشقایی، فرهنگ غنی ایل که مهربانی نه مهر طلبی و احترام به بزرگترها، خیشتنداری، حجم، نجابت را از ایلش، از طبیعت فارس و از کوههای دنا و دالام زاگرس آموخته بود. همکنون پیامی رو از طرف ایران بی بی و فرید بی بی توسط زهره حاجی دو میشنم. سپاسگزارم.